نسخه های ساده شده از واقعیت پیچیده. ببینید یک مسئله که ما الان میخوایم، وقتی میخوایم اقتصاد درس بدهیم، باید بریم مدل بسازیم. مدل یک تصویر ساده شده از واقعیت موجود هست که ما رو به هدفی که میخوایم برسوند. نمیدونم بچه ها رو دیدید یا نه، بچه ها وقتی ما میخوایم بهشون بگیم با دنیای واقع میخوایم آشنا بشن، از هر چیزی سعی میکنیم یک مدلی ایجاد کنیم و در اختیار این بچه ها قرار بدیم. مثلا اتومبیل های خیلی کوچیک اول درست میکنیم، بعد اتومبیل مقدار بزرگتر درست میکنیم، چرخ داره، بعد اتومبیل خیلی بزرگتر درست میکنیم، میره توش میشینه، در شهر بازی رانندگی میکنه، گاز میده، این فرمون داره میپیچه. البته من خودم هم بعضی وقت این بازی رو انجام میدم دیگه، حالا با اینکه راننده هستیم ولی اون هیجانش بیشتر. ولی ببینید داریم چی کار میکنیم، داریم مدلی از دنیای واقع رو به این بچه میدیم که کم کم آشنا بشه با دنیای واقع، که بعدن که وقتی وارد دنیای واقع شد دچار مشکل نشود. ما در علم اقتصاد دقیقا همین کار میکنیم. دنیای اقتصاد دنیای در هم تنیده و پیچیده است. با توجه به سوالات خاصی که مطرح میشود، ما سعی میکنیم یک مدل ساده شده مثل اون اسباب بازی های دوران بچگی، یک مدل ساده شده ارائه بدهیم که برای اون سوال خاص بتونه پاسخ داشته باشه. حالا اگر سوال شما تغییر بدهید، در بسیاری اوقات باید کل مدل هم تغییر کند. این مدل سازی اقتصادی خیلی مهم است، باید بهش توجه بفرمایید. در مدل سازی اقتصادی ما یک سری متغیر در نظر میگیریم، مثلا بیکاری، مثلا تورم، همین مثالی که الان خدمتتون توضیح دادم. مثلا یک رابطه، آیا رابطه منفی بین بیکاری و تورم وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد دلیل این چیست؟ ما میایم بر اساس تئوری هایی که خودمون میسازیم و از ذهن خلاق بشر به وجود در واقع بیرون میاد، سعی میکنیم واقعیت بیرونی رو به یک نحوی مدل کنیم که به ما توضیح بده آیا چه رابطه‌ای بین بیکاری و تورم وجود داره. آیا با افزایش تورم بیکاری کاهش پیدا میکنه یا افزایش پیدا میکنه؟ بعد این مدلی که ساختیم سعی میکنیم ببینیم آیا قدرت پیشبینی داره، آیا میتونه رفتار اقتصاد رو توضیح بده، آیا میتونه رفتار آحاد بشری رو توضیح بده یا نه. اتخاذ سیاست‌هایی که بهبود، حالا وقتی که ما تونستیم دنیای واقع رو توضیح بدهیم، وقتی ما تونستیم متغیرها رو توضیح بدیم، بعد دنیای واقع رو توضیح بدیم، حالا میرسیم به مرحله‌ای که ما سعی خواهیم کرد که سیاست‌های اتخاذ کنیم که وضع عملکرد اقتصادی بهبود پیدا کنه، نابرابری‌ها کمتر بشه، رشد اقتصادی بیشتر بشه، کارایی افزایش پیدا کنه. پس تا وقتی که ما شناخت کلی هم از جهان نداریم دیگه نمیتونیم سیاست گذاری بکنیم.